پرت پرت چی میگی بابا؟ گرفته خوابیده کجا تکون خورد؟ مرده که ترس نداره، از زنده ها باید ترسید، از زنده ها باید ترسید. تکون خورد خودم دیدم. نه بابا ماشین تکون خورد، هم دلت خوشه؟ حشمت به جان خودم رفتیم تهران، فوری ماشین رو میفروشی. من یه نفری شنیدم وقتی مرده زیاد تکون بخورن یه دفعه زنده میشن. داره نفس میکشه، یا خدا زنده است. ساکت باش تو. زنده است این ماشین که میافته تو دست انداز یه ایوونی میلرزه. همین میبینی ماشاءالله خان، موقعی که زنده بودی پولای بابای من هاپول هاپول کردی، آخرش به کی نیازمند شدی؟ کی کمکت کرد؟ این حرفا رو نزن، فقط گاز بده زودتر برسیم. شادی روی مرحوم تازه درگذشته منقل عفات هم هستم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بینم حشمت، این فامیل تو غیر ما کس و کار دیگه ای نداشته؟ زنی بچه ای چیزی؟ تا اونجایی که من میدونم هم زن داشته هم بچه. حالا امروز کجان من نمیدونم. ماشاءالله خان 20 سال پیش زنشو طلاق داد، یه پسرم داشت که 3 سال پیش خودش و خانواده‌اش توی تصادف کشته شده. از همون موقع مریض شد و دیگه هم خوب نشد. ببینی خانوم، چوب خدا صدا نداره، دیر میزنه اما بد میزنه. آقا حشمت، خوبیت نداره اون که دیگه دستش از دنیا کوتاه، شما از این حرفو نزن. باش به ما چی هستن، خدا رحمتش کنه. بریم بابا. حشمت خان تشریف داشته باشید، قرار وصیت‌نامه خونده بشه، گوش بدید بعد تشریف ببرید. شما جای ما گوش بده. بریم خانم، بریم. به سلامت. خیلی ممنون. به سلامت. دلم میخواست میزدم چش و چالش رو میآوردم پایین. مرده که بیشور به من میگه واسه نگاه کن ببین عمود چجوری پول باباتو بذل بخشش میکنه به این. یعنی من اینقدر بیغیرتم، اینقدر بیوجدانم. اینقدر حرص نخور حشمت، بابا اون یه حرفی زد ما که نرفتیم انجامش بدیم. میبینی شهلا خانوم، واسطه به من میگه بشین پای وصیت کسی که پدرمو بدبخت کرده، نابود کرده. از کجا معلوم؟ شاید اون وصیت نامش هم چیزی با ما داده باشه. لازم نکرده، من صدقه قبول نمیکنم. صدقه نیست، پول بابا بزرگه. راست میگه، پول بابا بزرگم که پول ماست. پول؟ پول ماست؟ بابا حشمت جون زشته، وسط مراسم اومدیم دل خور میشن. خب حشمت با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردم و با در نظر گرفتن اینکه هیچ یک از افراد اصلی خانواده ماشاءالله خان در قید حیات نیستن، تمامی اموال منقول و غیر منقول ایشون میرسه به کدوم اموال؟ این ماشاءالله خان هر چی داشت و نداشت مال پدر من بود. با سندسازی و دروغ سر پدر منو کلاه گذاشت، هزار جور دوز و کلک زد که ثروت برادرش رو آپولی کنه. حالا از کیسه خلیفه میبخشه، بذل و بخشش میکنه. نه قربان،
اون وصیت‌نامه رو پاره کن بریز دور که به درد نمیخوره. حشمت خان شما اجازه بدید من براتون توضیح میدم. چی میخوای بگی؟ میخوای کارشو ماسمالی کنی؟ میخوای بگی که چون دستش از این دنیا کوتاست باید گذشت کرد؟ نه، من سینه سوختم، حالم گرفته شده، به این راحتی هم فراموش نمیکنم. ماشاءالله خان توی وصیت‌نامه‌اش درباره ظلمی که به پدر شما کرده کاملا توضیح داده و شما حلالیت خواست. حلال کنم چطوری؟ به چه انگیزه؟ چه انگیزه بهتر از این که ماشاءالله خان میخواد برای جبران بدیهای گذشتهش تمام انوار منقول و غیر منقولشو ببخشه بشه. ایشون بیجا کرد. چیکار کرده؟ ماشاءالله خان به تلافی اشتباهات گذشته تمامی ثروت خودش رو به برادرزاده‌اش آقای حشمت سوری بخشیده. ماشاءالله خان دقیقاً چیکار کرده؟ خدمتتون عرض کردم. ماشاءالله خان وصیت کرده تمام و دار و ندارش رو در اختیار شما بذارن. اگه باورتون نمیشه بفرمایید خودتون مطالعه کنید. بفرمایید. نور به قبرت بباره خانم، خدا رحمتت کن. عجب مرد نازنینی، عجب نازنین مردی. یادت حشمت؟ یادت وقتی میمد خونمون دستاش پر سوغات و هدیه بود؟ مامان ماشاءالله خان که میمد خونه ما؟ ساکت باش بچه، زیاد میومد. تو کوچیک بودی نمیفهمیدی، اون که مثل آدم نمیومد، مثل فرشتهای آسمون میومد. آبجی گفتم بهت آقا چند شب پیش مرحوم اومدم به خوابم، قد بلند، موهای فلفل نمکی، آقا یک کلام حرف نزد ولی همچین نگاه میکرد، نگاش از صد تا کلمه با معناتر بود. مطمئن اشتباه نمیکنی؟ آخه اون مرحوم مرد قد کوتاهی بود. ایشونه؟ بله. پس اون کی بود اومده بود تو خواب تو؟ احتمالاً پدر من بوده اومده تو خواب این. حالا این پول چقدر هست؟ حدودا 15 میلیون تومان. همش 15 میلیون تومان؟ دقیقاً 15 میلیون و 835 هزار و 420 تومان. خب خدا رو شکر. آخه اون مرحوم اعتقادی به پسنداز نداشت. آفرین. اون مرحوم اگر به چیزی اعتقاد داشت که مال و اموال پدر منو هاپولی نمی‌کرد. بریم آقا، بریم. حشمت خان کجا؟ بقیه مال و اموال ایشون رو نمی‌خواید؟ بقیه مال و اموالش دیگه چیه؟ دام و طیور. آخه ماشاءالله خان دامدار بوده. منظورتون گاو و گوسفند و جور چیزاست دیگه؟ بله. حشمت به جون خودم اگه جکشونور ورداری بیاری تو خونه منو دیگه منو نمی‌بینی. آخه مامان حیوونی ها خیلی بامزه. سکت باش. اتفاقا خیلی هم بیمزه است. بری. میری. بابا حشمت جون ببین چی میگم بابا، از قدیم گفتن از خرس موی. بابا چهار تا گاو و گوسفند هم که باشه شیش ماه پول گوشت و مرغ نمیدی. بده. آره دایی راست میگه، هر شب میتونیم کباب بخوریم، گوشت بخوریم. حشمت بیا این 15 میلیون رو بگیر، گاو و گوسفند رو بده به خودت. یعنی تمام حق و حقوق پدرم رو بفروشم به 15 میلیون؟ محال ممکنه. 10 برابرش هم بدن ها چنین کاری نمیخوام. بری تو ماشین. بری بری کنار ببینم. بری تو ماشین. بری تو ماشین. آقای سوری. بله. فقط اینو بدونید که اگه شما از گرفتن ارثیه انصراف بدید تمام اموال به امور خیریه واگذار میشه. چه بهتر. شاید اینجوری یه خدا بیامرزی هم گیر پدر ما بیاد، چون هر چی این ماشاءالله خان داشته مال پدر من بوده. سماشین ببینم. سماشین خود دانی. ولی میگم خیلی حیف شده، با اون 15 میلیون چه کارا که نمیشد کرد. شیطونه میگه بذارم. مگه من چی گفتم؟ بابا بچه هست یه حرفی زده، ولش کن حشمت. با بازی بلدی سکر. بده من اونو. بده من اون رادیو رو. بده بهش ببینه. Hey, hey, hey.
گناه اشتباه اومدی. من اصلا یادم نمیاد از اینجا رد شده باشیم هشمت. نه من مطمئنم همین راه. بفرما. نار که نخوردیم هیچ، تازه گمگورم شدیم. از فوتبالم افتادی. کاش لااقل میدونستیم چند چندن. من میگم از یکی بپرسی. چند چندن؟ دایی. آقا تهران از کدوم طرف باید بریم؟ پنجام جلوتر گاوداری ماشالله خانه. اونه که رد کردیم میرسیم به مقداری ماشالله خان. میبینیم دست راست استبل اسبای ماشالله خانه که رد کردیم میرسیم به مزرعه شترمرغ ماشالله خان. یک کیلومتر جلوتر که رفتیم اونجا دیگه میرسیم به جاده تهران دیگه. میرسیم به گوسفندداری ماشالله خان. سگداری و شترداری و کندوداری و ماشالله خان. اونجا میفتیم میرین تو جاده. ببخشید ماشالله خان این چقدر دام داره؟ فکر نمیکنم حسابشو بشه کرد. ولی همه اهالی ده برای دامداری ماشالله خان خدا بیامرز دارن کار میکنن. دام چنده؟ آقا این خودش دست کم میشه 2-3 میلیارد تومان نه؟ وکیل خانمو گفت اگه انصراف بدیم ارث و میراث واگذار میشه. شو دوباره برگشتی؟ داریم میریم پلیس هلک. رفت. چه؟ 10 دقیقه میشه. ولی به جمعه بهش میرسیم. البته با این بعید میدونم. به جمعه هشمن جون. آقا سویچ بده. سویچ بده. چی چی سویچ بده به من؟ جون بشینم. میزنی درو داغونمون میکنی. برو کنار ببینم. برو کنار. یواشتر برو بابا جان مواظب باش. بابا جون در میره اگه یواش برم. جلونه ها اونا اونا دیگه. آره آره دارم میبینمش. دارم میبینمش. بابا این ذره کانتر برو خیلی کند میره. پیام پیام. بپیچ جلوش راشو به من بپیچ. مگه میخوایم دوست بگیریم؟ خب میریم کنارش میش بزنیم کناره بابا. بام برم بام. آقا جون فکر کنم زمینه داریم تعقیبش میکنیم. ای گاز میده در میره. بام برم بام. بام بام بام. یه دقیقه ساکت. سلام. سلام. مشکلی پیش اومده؟ جناب سرلک میخوام یه سوال ازت بکنم. دوست دارم راستشو بهم بگی. چشم بفرمایید. ارث و میراث ماشالله خان روی هم چقدر میشه؟ خب نمیشه همینطوری محاسبه کرد. لااقل حدود 30 میلیارد تومان. به نظر شما درسته که آدم به خاطر یک کینه قدیمی جفت باهاشو بکنه توی یک کفش لغت بزنه به بخت خودش و بچه‌هاش؟ بخیر اصلا درست نیست. پس ارث ماشالله خانو بده به من بیاد که ببینم. شما که میگفتید نه من دلم نمیخواد که روح اون مرحوم از من آزرده بشه. حالیته؟ بله حالیمه. اما شما اجازه بدید که من مقدمات کار رو انجام بدم بعدش بریم معزن. حله ما شدیم پولدار شاد و خوشحال میریزیم و میپاشیم و هر جور که میخواییم. بی خود از این خبرها نیست. بلخرجی رو بریز به پاش نداریم. این پول باید روی حساب و کتاب خرج بشه. البته یه جین پول چربان مخمل که شیشتنگ مختلف بدم بخرش کنم. خیلی بدیم. میدونی هشمت من فکر همه چی رو کردم. قبل از هر چیز ما باید بریم یه خونه خیلی بزرگ تو بهترین نقطه تهران بخریم. یه خونه‌ای که مثل توپ توی فامیل صدا کنه. بعدش هم من خیلی دلم یه سرویس برلیان و جواهر میخواد که
چش حسوده فامیلو به ترکونه برام میخریش من؟ معلومه که میخرم، شما هرچی که بخوای میخرم. بریلیانو خونی که قابلی نداره. میگم آقا جون بسی ماشین مد بالا واسه من بخرید، واقعا این رنوه من دیگه خسته شدم. برای تو کوفتم من نمیخرم. خب چرا آقا جون؟ برای اینکه باید آدم بشی. خیال میکنی من یادم رفته دیروز چه غلطی کردی؟ بعدم اینکه غنیمت جنگی نیست نشستین دورش داری تقسیمش میکنی. صحبت 30 میلیارد پوله. چیه دایی؟ چرا دماغی؟ نکنه خوشحال نیستی ما پولدار شدیم؟ من خوشحالم دایی جون، خیلی هم خوشحالم. فقط وقتی فکرشو میکنم شما میخواین همون خونه برین دلم میگیره. بهتون عادت کردم دیگه. خیلی الهی، من قربون اون دلت برم داداش. اشمت باشه، هر جا که ما بریم تو هم با ما میام. جدی میگی اشمت جون؟ درسته که ازت خوشم نمیاد، ولی ازت بدم هم نمیاد. بیا یه ماچ بده ببینم، بیا اینجا ببینم. نوکرت هم هستم اشمت جون. میخوامه براق خیسم کردی، برو کنم ببینم، برو کنم. چه خبره پیام؟ دایی فکر کنم بازی تموم شده. یه مشت آدم بیکار و بیار حالا بازی فوتبال به هم میخوره. آی گفتی؟ دایی باید بپرسیم چند چنده. به شما چه ربطی داری که بازی چند چنده؟ به کار خودتون برسی. برو کنار ببینم، برو کنار. حشمت جون میخوای برام پایین حالشونو بگیرم؟ بشین سر جات، الان میزنن شال پلت میکنن. افتادی تو خیابون بوق میزنی که چی بشه؟ ها؟ ای بد پدرم. سلام. حشمت، مگه تو نگفتی یاسر بمونه مغازه؟ آره چطور مگه؟ پس این اینجا چی کار میکنه؟ ها؟ پسره یه بزبچه منو دور میزنی؟ حشمت، حشمت، یکی بره کمکش کنه، الان میزننش. چه اجازه ای رفتی بگیم؟ مگه من نگفته بودم تو مغازه بایسا؟ چرا اسمت؟ مگه نگفته بودم تو مغازه بایسا؟ اشتباه کردی؟ اسمت رو چشای تو رو در میارم؟ حالا من میلیاردر، تو غیرت جد کجا رفته؟ مگه من نگفتم سر مغازه بایسا؟ چرا اسمت رو گرفت؟ از من سو استفاده میکنی؟ من چشم رو گرفت رو وسط این جمعیت هم اسمت رو؟ اسمت جون، اینا جمعونن خواه، من نمیفهمم. سر بی حیا، حالا از دست من فرار میکنی ها؟ حالا میری به جناب سروان میگی که تقصیر تو نبوده ها؟ تا فهمیدی که من نمیام کرکره مغازه رو میکشی پایین جیم میشی ها؟ اینجا رو ایول پیام برنامه عارف سعدی پور 99 پدرم نشون داده، میخوام بریم برنامه مصاحبه. آقا جون یه برنامه معروف تلویزیونی کلی هم طرفدار داره، میخوان ما فیلم بگیرن؟ آره از ما فیلم میگیرن، اون وقت تو تلویزیون نشونمون میدن. فقط همینه کم داشت. بفهم. خیلی ممنون. ببخشید آقا، شما رو برای چی آوردن اینجا؟
ایچی با ما داشتیم مثل تماشاگر واقعی فوتبال تیم خودمون رو تشویق میکردیم که اون آقا دار دستی ریختن تو اتوبوس ما و همه رو زدن. کدوم آقا؟ اون پیر مردی که پشتش به ماه. آقا برو کنار، برو کنار، بکش کنار اون دوربین تو، بکش کنار. آقا ببخشید شما از لیدرهای تیم حریف هستید؟ لیدر چی آقا، این حرفا چیه؟ اشتباه گرفتین، بکش کنار آقا، اون دوربین تو بکش کنار. ولی شما و چند نفر دیگه به سمت هواداره تیم حریف حمله ور شدید. آیا فکر نمی‌کنید چنین رفتاری از شخصی به سن و سال جناب علی بعیده؟ سن و سال چیه داداش؟ من اومده بودم به حساب این پسره بی‌لیاقت برسم، همین. بکش کنار. شما از هواداره تیم حریف هستید؟ بله آقا، اونم آمد بود شش. ببخشید پس تایید میکنید که یکی از هوادارهای تیم حریف رو کتک زدید؟ حالا که اینجور شد بله تایید میکنم، اگر پا بده همه شونو میزنم، اصلا من ساخته شدم واسه زدن تیم حریف. خوبه؟ حالا بکش کنار اون ماس ماسکو. سلامش آقای سوری، من فوت عموی محترمتون رو بهتون تسلیت میگم. روحش شد. با توضیحاتی که همسرتون دادن متوجه شدم که همه این اتفاقا یه سوء تفاهم بوده. فقط ازتون خواهش میکنم از این به بعد کنترل بیشتری روی اعصاب خودتون داشته باشید. جناب سروان، شما جای من، حالا میخوای میلیاردر باش یا نباش، اگر یکی بیاد از اعتماد شما سوء استفاده بکنه، گند بزنه به کار کاسبیت، نمیزنی دک و دندش رو لو لورده بکنه. بس آقا، بیا این فرم سازش رو امضا کن، دست خانومت بگی برو سر زندگیت، دیگه هم نمیخوام اینو ببینمت. ما اصلا اهل سازشیم، بیا امضا کنش. من فقط جناب سروان یه لطفی بکن، اجازه بده این شاگرد ننه مردمون هم ما با خودمون ببریم، کسو کار نداره اینجا میمونه گرفتار میشه. لطف کن. آره شفاعتشو کردم پیش جناب سروان که بیاد بیرون اذیت نشه. خب به هر حال این بچه بچه خوبیه، من دوستش دارم، ذاتش خوبه. اومدش من ممنون از اینکه ضمانتمو کردیم بیام بیرون. میدونستم شما راضی نمیشی من یه لحظه هم اینجا بمونم. تو هم مثل پسرم میمونی. بیا اینجا، بیا اینجا ببین. آخه حیف که حالم خوبه وگرنه خودم آدمت میکردم. فردا صبح خروز خون میری سر مغازه، بیام ببینم تو چرتیا توی آب هندونه خفت میکنم. حالا برو گمشو. بابا من گشنم دارم زف میکنم. تو که همش گشنته. قربونه دارم، الان بریم خونه خودم شام میذارم. لازم نکرده، به افتخار میلیاردر شدنمون امشب میریم رستوران. آخی واقعا اجازه که داریم صاحب اختیاری. بابا دوست بریم رستوران. بابا کرم بچه بریم رستوران. بریم زشته پدرم، سرت از رو میز بردار دیگه. ای بابا از گشنگی تلف شدم، پس که این شما میارن؟ بابا جان اینقدر شلوغ نکنین، مثلا ما عزاداریم، ما به یاد اون مرحوم اومدیم اینجا. سی میلیارد دون بریده پیام، نگفتی آدرس اینجا را کجا پیدا کردی؟ اونو ولش کن آبجی، ازش بپرس با کیا میاد. با کیا میای؟ بابا بیخیال دایی، من این چیزام آدرس این رستوران از آقای درمندی گرفتم، اون همیشه با بازیکن‌ها مربی‌ها اینجا قرار می‌ذاره. میده بچه‌م اینجوری نیست. میگم از این به بعد هفته یه بار بیایم اینجا، چطوره؟ واقعا اش بعد خیلی خوبه. حس عجیبی، حس پول داری. بچه‌ها بچه‌ها اینجا رو فوتبالیست معروف است. چه جستی گرفته؟ سلام علیکم آقا، رو چقدر هم خودشو میگیره. پیام دست شما درد نکنه. دایی خوشمزه است؟ فرصت نمی کنم ببینم از جد چطوریه، فقط قورت میدم. گم حشمت جون، حالا با این 30 میلیارد حیوانی میخوای چیکار کنی ها؟ حشمت جون حالا با این 30 میلیارد میخوای چی بکنی؟ میخوام باش حال بکنم، چه میدونم چی کار میخوام بکنم. من میگم چی کار کنیم، هر روز سر یکن گاوگوستاندار میباریم، کبابشون میکنیم و میخوریم. اینجوری تا 100 سال دیگه ممتونیم کباب بخوریم.
وای چه توهمیه. ناکس شوم تو بخور. ببین پدرام جون، شما شامتو بخور، ما خودمون فکر میکنیم. میگم اصلا از تهران کوچ کنیم بریم شهرستان. با این حیوونا زندگی کردن خیلی جالبه. گاو، گوسفند، شتر، اسب. شوم تو بخور. شوخی کردم. دیه این مرد کسی بی قیتون اینجا چیکار میکنه؟ خاک بر سرم. ده که اینا اینجا چیکار میکنن؟ مامان بیانی وری چیکار کنیم؟ هیچی بهشون میگیم بیشینن اینجا چهار تا کلم حرف حساب میزنیم. اشکالی نداره. سلام علیکم. سلام. چه حسن تصادفی، فکر نمیکردم اینجا ببینم اتون. پدر عادت دارن هفته یکی دو بار ما رو میارن بیرون شام. راستش خیلی عذرخواهی میکنم، دیروز تشریف آوردین ما نبودیم. رفته بودیم یکی از دوستان نزدیک، یعنی خیلی دور، یه مشکل بازداشتی پیدا کرده بود برای ضمانت. خانومتون چی؟ ایشون هم رفته بودن برای ضمانت؟ اینو حرفا میزنین. خب ما معمولا تو کارهای عام المنفعه با هم شرکت میکنیم. خوش به سعادتتون، ثواب میکنین. بفرمایید بشین. چه سرپایی سر زشته. بفرمایید. معرفی میکنم، داییم آقا فرخ، داداشان پیام و پدرام. بله، دیروز افتخار آشنایی با پدرام رو داشتیم. باور کنید وقتی دیروز شنیدم این بچه به شما چی گفته، من از خجالت آب شدم. آخه تو این دور زمونه کی شیربه ها از کسی میگیره؟ ناکس. دایی، برنامه 90 در 90 که از اون فیلم گرفتن. آره. ما هر روز شعار داریم میدیم که بهترین تماشاگران دنیا داریم، اما من به جرات کلا میگم که در هیچ جای دنیا بعد از تماشا شدن بازی همچین اتفاقی بین هواداران دو تیم رخ نمیده. تماشا بفرمایید. خب بینندگان عزیز، وضعیتی که مشاهده میکنید بعد از بازی دربیه که هوادارهایی که به ظاهر هوادارن سرویس های حمل و نقلمون به این روز در آوردن، توجه شما رو به گزارشی که در این زمینه تهیه شده جلب مینماید. آقا برو کنار، برو کنار، بکش کنار اون دوید تو، بکش کنار. آقا ببخشید، شما از لیدره ای تیم حریف هستی؟ لیدر چی آقا، این حرفات چیه؟ اشتباه گرفتید، بکش کنار آقا. خوش چی گفته دماغ؟ ولی شما چند نفر دیگه به سمت هواداره تیم حریف حمله ور شدید؟ آیا فکر نمی کنید چنین رفتاری از شخصی به سرمیتان جناب علی بعیده؟ حالا چه اینجور شد؟ بله، تایید میکنم. اگر پا بده همش میزنم. اصلا من ساخته